دکمه پلی رو زدم. Yes. زدم. Hello guys, hope you're doing well and welcome back to another great lesson. In this lesson, we're going to be going through future perfect, one of the most important tenses in grammar. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به یک درس گرامر دیگه که توی این درس میخواییم بپردازیم به زمان حال، ببخشید، آینده کامل که بسیار خوب، مهم و پرکاربرد در زبان انگلیسی هستش و اینکه خیلی خوب هستش در کنار تنس های دیگه که تا الان یاد گرفتین. آخرین تنسی که توی فیوچر بهتون یاد دادم آینده استمراری بود. خیلی خوبه که دو تا حالت دیگه ای که از زمان فیوچر مونده رو هم یاد بگیرین که بتونین خیلی راحت تو شرایط مختلف ازشون استفاده بکنین. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنه، زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفرین خواهیم بود که ویدیو ما رو میبینین، لذت برین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین. خب When it comes to future perfect, everybody panics like, oh my god, future perfect is so hard, we can never learn it. But I promise you, after this lesson, you will have no problems at all because I'm gonna go through all the details of future perfect. And I'm telling you, this is one of the easiest ones, seriously. این یکی از درس‌های فوق‌العاده آسونه، اصلاً هم سخت نیست. حال خودتون می‌بینین دیگه، چون تا الان تمام تنسا رو اومدین جلو، همه رو کار کردین، این براتون واقعاً it's just a piece of cake. Okay, now let's go through it. Future perfect. خب من اینجا اول این future رو بنویسم. خب می‌دونین که من همه زمان‌ها رو بچه روی دایگرام بهتون نشون میدم دیگه، درسته؟ خب here I have a diagram. And here you can see that I've written something. Future perfect. At this point in the future action will be completed. At this point in the future action will be completed. توی این نقطه تو آینده عمل آینده من تمام خواهد شد. یعنی چی؟ بیاین اول من اون نکته‌ای که براتون راجع بهش نوشتم بخونیم، بعد به زبان خیلی راحت توضیحش بدیم. نگاه کنین. Future perfect is used to describe an action that will have been completed at some point in the future. زمان میگم حال، آینده کامل برای اکشنی استفاده میشه که توی یک نقطه‌ای توی زمان آینده تموم خواهد شد. به زبان ساده یعنی چی؟ یعنی من الان دارم اینجا نشستم، دارم فکر میکنم راجع به آینده. دارم همین که دارم فکر میکنم یه دو تا چهار تا میکنم، میبینم که خب من مثلا اینقدر دیگه از درسم مونده، کارم که دارم، همه چی خوبه، فقط درسم مونده تمام بشه. بعد اینقدر ترمم مونده، هر ترم 3 ماهه، من پس سال دیگه برسه این موقع درسم تموم میشه. نکته، آیا من الان درسم تموم شده؟ خیر. درسم کی قراره تموم بشه؟ در آینده. من نقطه ای که درسم قراره تو آینده تموم بشه رو برآورد کردم، حدوداً استیمیت کردم. بله، مثلا سال دیگه، چه میدونم، زمستون سال دیگه برآوردش کردم. به اون نقطه برسه چی میشه؟ درس من تمام خواهد شد. یعنی یه اکشنی توی آینده تموم میشه، یک عملی در آینده توی اون پوینت مشخص تموم میشه. الان تموم شده؟ نه، در آینده الان داره انجام میشه، ادامه خواهد داشت تا برسه به این نقطه که فیوچر اکشن من تموم شده باشه. Got it? So simple, so clear. نگاه کنین. I'll have finished my studies by this time next year. I will have finished my studies by this time next year. من سال دیگه این موقع برسه یا این سال دیگه این موقع درسم تموم خواهد شد. الان داره، الان تموم شده؟ نه، الان در جریانه. بله. چند وقت دیگه در جریان خواهد بود؟ بله. تا کی در جریان خواهد بود؟ By this time next year. تا سال دیگه این موقع در جریان خواهد بود. وقتی رسید به این نقطه، this time next year، من درسم تموم شده، future action هم تموم شده. I will have finished my studies
اول میریم سراغ جمله و بعد میریم سراغ structure. She will have moved to her new house by the end of this year. She'll have moved to her new house by the end of this year. تا آخر امسال که فیوچر پوینتشه اون به خونه جدیدش نقل مکان خواهد کرد. الان نقل مکان کرده؟ نه. چند وقت دیگه شروع میکنه نقل مکان کردن و به این و به آخر امسال برسیم اون نقل مکان کرده تموم شده رفته. یعنی حتی تو پروسش هم نیست. من آخرین ماژیکم هم میذارم تو خونم دیگه تموم شد. من نقل مکان کردم. فیوچر اکشن من تموم شده. They will have gone to Europe by the time they finished their project. They will have gone to Europe by the time they finished their project. اونا به اروپا میرسن زمانی که پروژهشون تموم بشه. الان هنوز پروژهشون تموم شده؟ نه. پروژهشون کی تموم میشه؟ ببخشید. پروژهشون یه زمانی تو آینده تموم خواهد شد. اون زمان تو آینده که پروژهشون تموم بشه by the time they finish their project که میشه این پوینتشون they will have gone to Europe به اروپا خواهد. پروژهشون تموم بشه میرن به اروپا تموم شد. دیگه رفتن به اروپا دیگه. Future actionشون تموم میشه. We'll have presented our report by the time you arrive. We will have presented our report by the time you arrive. زمانی که تو برسی ما گزارشمون رو ارائه کردیم تموم شده رفته. تو چه پوینتی ارائه کردیم تموم شده رفته؟ تو پوینتی که تو برسی. مثلا تو ساعت 11 میرسی، من 10:59 دقیقه پروژه‌مو ارائه کردم تموم شده رفته تو آینده. We will have presented our report by the time you arrive. You will have seen a great amount of details by the time we finish the presentation. You will have seen a great amount of details by the time we finish the presentation. وقتی پرزنتیشنمون تموم بشه تو یک عالمه دیتیل دریافت خواهی کرد. یعنی یه عالمه اینفورمیشن با دیتیل رو دریافت خواهی کرد یا خواهی دید. یعنی پروژه‌مون تموم بشه اون نقطه‌ایه که تو متوجه میشی که چقدر اطلاعات دریافت کردی. یه فیوچر اکشن تموم شده. بچه‌ها دقت کنید، نقطه‌ای که در این زمان وجود داره تموم شدنش هستش. توی درس قبلی من یه مثال براتون زدم، دقیقاً یادم نمیاد چی گفتم، ولی توی یه همچین چیزی بود. I will be doing my homework when you watch the TV show. یه همچین چیزی فکر کنم گفتم. I will be doing my homework when you watch the TV show. یه نکته ریز بهتون بگم. ببینید توی این جمله که تو درس قبلی گفتم I will be doing my homework when you watch the TV show، وقتی داری TV show رو میبینی من در حال انجام دادن تکلیفم خواهم بود. Or بذارین اینجوری عوضش کنم. I will be doing my homework when you arrive. وقتی تو برسی من در حال انجام homeworkم خواهم بود. الان تمومش کردم؟ نه. وقتی تو برسی تمومش کردم؟ نه. وقتی تو برسی من همچنان در حال انجام دادنش هستم. حالا بکنم کتری من آتیش بگیره. حالا وقتی میگیم که این جمله رو اینجوری بگم، I will have finished my homework when by the time you arrive. وقتی تو برسی من هومورکم رو تموم خواهم کرد. یعنی تو برسی من هومورکم تموم شده رفته. دیدین تفاوتشو؟ حالا بعدا راجع تفاوتش بیشتر با هم صحبت میکنیم. پس نکته که توی این زمان وجود داره تموم شدن عمل آینده هستش. تموم شده رفته. توی این پوینتی که من مشخص کردم این تصمیمم این کارم رو انجام دادم تموم شده رفته. حالا بریم ساختارش رو با هم بررسی بکنیم. همه جمله ها که با آی شروع شده پس من سابجکت رو definitely دارم. با قرمز می نویسم سابجکت پلاس. خب بیایم اینجا. I'll, she'll, they will, you. پس will داره 100%. پلاس will have نشانه پرفکت have. یه نکته
به خاطر این که قبل از have من will دارم، دیگه فرقی نمیکنه فاعلتون I باشه، you باشه، they باشه، she باشه، هر چی باشه، این have دیگه مثل perfect های مثلا simple perfect have و has نمیشه. she has done، I have done نداریم، فقط have، فقط و فقط have. خب have بعدش moved، finished، gone، presented، پس participle دارم، past participle. و بعدش to her new house، to Europe، okay. پس ساختارش اینه: will have pp، will have pp، will have past participle. به همین راحتی. یه نکته دیگه ای که وجود داره پس این ساختارشه. نکته بعدی بچه ها، این میتونیم بگیم که adverb expression میتونیم بهش بگیم، مخصوص زمان future perfect، زمان آینده کامل هستش. by this time next year، by the end of the year، by the time you arrive، by the time they finish their project، by the time we finish the presentation، by the time هر چیزی. پس این بایه رو دقت بکنی، این نشونه زمان future perfecte، یعنی وقتش بشه این نقطه برسه، این کارت هم شده by، یعنی وقتی برسه به این زمان. خب و نکته بعدی، منفی کردنش هم که براتون کاری نداره، به راحتی دقت کنیم. بعضی وقتا بعضی گیر میشم will منفی کنم، have منفی کنم، بچه will منفی میشه. درسته من اینجا دوتا auxiliary verb دارم، auxiliary اول ارجعیت داره. مثلا I won't have finished، she won't have moved، they won't have gone، they will haven't gone نداریم. پس اونی که منفی میشه اینه، پس نگتیوش میشه چی؟ won't have past participle. میخوام سوالی کنم به راحتی، ویلو میارم اول جمله، بقیه جمله خودش. مثلا will she have moved to her new house by the end of this year؟ will she have moved to her new house by the end of this year؟ will you have finished your studies by this time next year؟ will میاد اول جمله، بقیه جمله این خودش. این از این. و اما مثال آخر که من گذاشتم تا اینجا براتون بخونم: you have learned everything about future perfect by the time I finish teaching. You will have learned everything about future perfect by the time I finish teaching. لحظه ای که به موقعی که من درس دادنم رو تموم بکنم، شما همه چیز رو راجع به future perfect یاد خواهیم گرفت. یعنی من درسمو بدم بگم بچه ها خدافظ تا ویدیوی بعدی، love you guys، see you soon، از این حرف ها، شما future perfect یاد گرفتیم، تموم شده. الان من خدافظی کردم؟ نه. الان من درس دادنم تموم شده؟ نه. من چند دقیقه دیگه درسم تموم میشه، اون موقع به این پوینت برسه تمام بشه، شما اینو کامل یاد گرفتین، تمام شده رفته. پس هنوز یاد نگرفتین، هنوز دارین یاد میگیرین. خدافظی بکنم فیوچر اکشنتون بچه ها تموم میشه، will have been completed، تموم میشه میره. این از این. بچه ها بهتون گفتم این خیلی آسونه، الان ممکنه ببینینش براتون، خیلی ها که بار اولشونه بشنون براشون سخت به نظر بیاد. swear to god it's easier than previous ones. به نظر من از قبلی‌ها خیلی آسان‌تره، چون هیچ نکته‌ای نداره. اینم اگه می‌خواید ساختارش بهتون باشه، من همیشه میگم will have pp، will have pp، یعنی will have pp by future perfect، اگه قالبش سخته. وگرنه این که نها کنین adverb expressionش همش by، by، by this time next year، by the time، by the end of this year، یکیه، یعنی ادوربای خاص و عجیب غریب نداره. قسمت اولش هم که آسونه. یه نکته دیگه هم که موند، یادتونه توی درس قبلی complementary tense future continuous رو بهتون گفتم، simple future، simple present. اینجا هم دقیقا همینه، ناکنی by the time you arrive simple present دارم. By the time we will finish. By the time I finish. By the time they finish. Or by the time... همین. میبینین؟
پس by the time ما خواستیم بعدش یک clause یا جمله استفاده بکنیم، حتما تو قالب simple present میاد. اینم نکته آخرش، اینم از این. فقط یکی دیگه از تنس های زمان آینده مونده، اونم زمان future perfect continuous هستش که اونم فوق‌العاده آسونه. به نظر من کسی که از اول شروع کرده با ما تنس ها رو خونده و بلده تمرینش انجام داده، دیگه این آخریا براش واقعا ایزی پیزی لمن اسکویزیه. عکس تقریبا چنل تلگرام هست، میتونین بردارین. تمریناش هم چنل تلگرام هست. همیشه بهتون میگم اول تمرین رو خودتون انجام بدین، بعد اگه سوالش نمیتونستین انجام بدین، سخت بود، جواباشو ببینین. سوالاتون هم این پایین حتما بپرسین، چون میدونین که ما کامنتاتون رو میبینیم و جواب میدیم. یادتون نره که این پایین تمرین بکنین. خیلی ها برای یادگیری یه درس میرن مثل خود من کتابای مختلف، رفرنس های مختلف، وبسایت های مختلف رو چک میکنم. بچه ها همه وبسایت ها درست نیستن، به همه وبسایت ها اعتماد نکنین. من چند وقت پیش تو اینستاگرام یه عکس براتون گذاشتم از یه وبسایت انگلیسی که بهتون گفتم ببینین چقدر غلط داره، که خیلی هم متوجه غلطش شده بودن. به همه وبسایت ها اعتماد نکنین، سعی کنین وبسایت های معتبر رو چک کنین. کتابا اکثرا کتابا خوبن، کتابای خارجی چون اجازه چاپ ندارن اگه که آثنتیک نباشن. واسه خاطر همین اگر میرین تو وبسایت های مختلف مطالب زیاد مثلا راجع به این 8 صفحه نوشته، جز این که گیجتون میکنه کار دیگه نمیکنه. خیلی راحت. این تمام اون چیزی بود، تمام اون نکته هایی بود که من میتونستم راجع به فیوچر پرفکت بهتون بگم. تمرین یادتون نره، remember that practice makes master. با تمرینه که شما مستر میشین، پیشرفت میکنین، پروفشنال میشین. و این که اگرم که موضوع مد نظرتون هستش، بسیار خوشحال میشیم که این پایین برام کامنت بذارین. till another video. الان رسیدم، دارم میرسم به اون نقطه ها که اینجا بهتون گفتم. till another video. love you guys so much. take care. see you soon. bye.